عواملی که باعث کاتاراکت یا پردی چشم میشه اکثرا خود پیری یکی از عوامل مساعدش است و اشعای مختلف میشه اشعای اکس، گاما، تراوماها، کانجنیتال اشکال ولادی است که باعث کاتاراکت و باعث اختلافات در ساختمان ژنتیک باعث کاتاراکت میشه و همچنان اکثرا عوامل پزشکی می باشه که اشخاص امراض مختلف با تداوی های مختلف میشن که اونا ادویجات است که باعث به وجود آمدن کاتاراکت میشه از جمله استروید. تراماست که در اثر ضربه ها چشم یک ضربه آسیب پذیر میشه و باعث به وجود آمدن کاتاراکت میشه. سوی تغذیه در نزد اطفال باعث کاتاراکت میشه، نقصان های مادرزاتی است و بعضا همرازی است، امراض مثل امراض دیابت یا شکر خودش زمینه را مساعد به وجود آمدن کاتاراکت میکنه. ولی متاسفانه به امکان داره به شکل فیزیولوژیک تغییرات در پروتین های لنز چشم و اکثریت افراد مصاب به کاتاراکت میشن. اما خوشبختانه حال فعلا تداوی های وجود داره، تداوی زی تداوی های جراحی میباشه، جراحی های مختلف وجود داره با سیستم های مختلف، با سیستم های پیشرفته که الحمدلله شکر در افغانستان هم این عملیات ها صورت میگیره. عملیات است که نظر به نوع تشخیصی که کدام نوع کاتاراکت است عملیات ها صورت میگیره. 4-5 نوع عملیات ها است که مریض راضی میباشه و بسیار نتیجه خوب هم میده. اکثرا ما قطرهایی داریم که از او کورتیک و استروید دارن، اما وقتی که دکتر برای یک شخص نقصه خود برش میده و برش میگه که تا اینی مدت، اما اکثرا مردم ما زیادتر باز اما قطره که نتیجه میده استفاده های مکررش باعث پیدا شدن کاتاراکت میکنه. هرچقدر زیاد استفاده کنن بدون نقصه دکتر و اکثرا از دواخانه ها استفاده میکنن ای خود از این زمینه رو مساعد به پرده چشم یا کاتاراکت میسازن. اما بعض هم گفتم که بعض امراض سیستومیک است، بعض امراض سیستومیک ضرورت داره که کورتیکوتراپی شوه، از طریق فهمی گرفته شوه، اونا هم ممکن داره که باعث کاتاراکت شون. اساسیت چشمی یک چند نوع میباشه. یکان کس از سن طفولیه شروع میکنه که رو به نام اساسیت فصلیست که به نام ورنال کراتو کنجکتیوایتس یاد میشه. اکثرا از ادوی برای مریض داده میشه که جلوگیری کنه از با وجود آمدن کاتاراکت یا بلند رفتن فشار چشم و اجدا. آنتی استامینیکا اگر دوای نسبتا مضر نمی باشن، دوای سیفتر هستن برای مریض، در صورت که اگه پرده زیاد پخته شود نابینایی وجود میه و باعث بلند رفتن فشار چشم میشه. پیش از اینکه پرده به پختگی برسه باید عملیات شود. در اکثر اشخاص که اونا رضایت به عملیات نمیتن، یعنی آماده نمی باشن که عملیات چشمشان شود، پرده به حد به پختگی خود میرسه یا لنز به حد به مکدر میشه که هم فشار چشمشان بالا میبره، هم دیگه نمیتونن حتی روشنی رو ببینن. اونا که عملیات رو که نتیجه خوب نمیتن، باعث نابینایی میشن. یکانه چیزی که در مملکت ما نمیشه اما در دنیای دیگه هست، یک طفلی که شامل مکتب میشه چشمش حتما ماینه میشه. پیش از اینکه اونا شروع با آغاز به درس کنن چشمشان ماینه میشه، وقت باید بسیار این یک گپ بسیار خوب است، باید طفلایی که پیش از اینکه به مکتب مراجعه میکنن یک بار چشمشان ماینه شوه. بسیاری اکثر اطفال است که چی دارن، خطای انکساری دارن. وقتی که یک شخص کاتاراکت عملیات میشه بهترین چیزی است که از ادویه که دکتر برش توصیه میکنه، مثلا قطره چکان که داده میشه امور به طور منظم استفاده کنه که باعث میکروبی شدن دوباره چشمشان نشه، وزنای بلند اقیل نکنن، برای یک چند روز برای یک 3 روز نماز به اشاره بخونن، سر خود خم نکنن، برابر 1 کیلو وزن بالا نکنن، اون وقت بسیار نتیجه خوبتر میداشته باشن.